این چهار تا یا غافلن یا جاهلن یا بی اطلاعن یا تحلیل بد. حمایت رهبر جمهوری اسلامی ایران از عملکرد بسیج و توهین به معترضان. امروز افغانستان در عمل تبدیل شده به یک مرکز آموزشی و سربازگیری برای گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی. هشدار احمد مسعود درباره طالبان در اولین سخنرانی علنیش در تاجیکستان. شادی از شکست تیم ملی، معترضان میگویند حکومت تیم ملی فوتبال را از مردم گرفته. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. از ایران و از اظهارات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران آغاز می کنیم. هفته گذشته در دیداری که آیت الله خامنه ای با شماری از بسیجی ها داشت، ضمن ترغیب بسیجی ها به مقابله با معترضان و مجازات آنها، جریان اعتراضات چند هفته اخیر را بخشی از یک نقشه بزرگ امریکا نامید. تلاش آیت الله خامنه ای این بود که به بسیجی ها بگوید مقابله با اعتراضات بخشی از مقابله با امریکاست و بسیجی ها باید خود را برای چنین مقابله آماده کنند. سیاوش اردلان گزارش از اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی تهیه کرده است که با هم میبینیم. این چندمین بار بود که آیت الله خامنه ای درباره اعتراضات بعد از مرگ مهسا امینی صحبت می کرد. این بار مناسبت روز بسیج و دیدار با بسیجی ها بود. میدان رزم یه چنین میدانیه. سرخط سخنرانی آیت الله خامنه ای تأکید بر ضرورت مجازات معترضان بود که آنها را با صفاتی چون غافل، مزدور و تروریست توصیف کرد. هر اغتشاشگری، هر تروریستی باید مجازات بشه، در این تردیدی نیست. این چهار تا یا غافلن یا جاهلن یا بی اطلاعن یا تحلیل بد بهشون داده شده یا تعدادی مزدورن. آیت الله خامنه ای در عین تحقیر معترضان از تعریف و تمجید بسیجی ها کم نگذاشت و آنها را چیزی فراتر از یک سازمان به عنوان یک فرهنگ توصیف کرد که از دیرباز وجود داشته. قدر خودتون رو بدانید. اشارات آیت الله خامنه ای به میلیون ها بسیجی که او گفت هم عضو رسمی بسیج هستند هم اعضای غیر رسمی این سازمان، نشان میداد که او دلگرم به حمایت بسیجی ها در شرایط ناآرام امروز است. با این باور که نیروی انسانی بیشتری از او و حکومت او حمایت می کنند تا از تغییر حکومت. میگه صدای ملت رو بشنوید. صدای رعداسای ملت در 13 آبان امسال بلند شد. شما بشنوید صدای ملت رو. مگر از تشییع جنازه شهید سلیمانی چقدر گذشته؟ اون جمعیت عظیم صدای ملت ایران بود. از گفته های آیت الله خامنه ای چنین به نظر می آید که او تلاش دارد ابعاد اعتراضات را کوچک بشمارد و چند بار تکرار کرد که کار بسیج فراتر از درگیری با معترضان است، بلکه مبارزه با یک نقشه بزرگتر آمریکایی است. این اعتراضگر سرانگشت همون کسانی است که در اون نقشه بزرگ شکست خوردن. اونجا شکست خوردن، جور دیگه میخوان وارد میدان بشن. وقتی این اغتشاش را میدازن، یکی شعار میده، یکی مینویسه، یکی نمیدونم چه میکنه. از این روز که آیت الله خامنه ای سرسختی درباره اعتراضات را جزئی از سرسختی در مقابل آمریکا قلمداد میکند. میگن که برای اینکه بتوانید این اغتشاش ها رو که در این چند هفته را انداختن در کشور، بتوانید اینها رو تمام کنید، ساکت کنید، باید مشکلتون رو با آمریکا حل کنید. اینو صریح می نویسن. مذاکره مشکل ما رو با آمریکا حل نمی کنه. آیت الله خامنه ای می گوید که نرمش نشان دادن در برابر اعتراضات باج دادن با آمریکاست. بله، مشکل ما رو با آمریکا یه چیز حل می کنه. چی؟ با آمریکا باج بدیم. تصویر بزرگتری که آیت الله خامنه ای ترسیم کرده، نفوذ حکومت ایران در خاورمیانه و آسیای مرکزی است
که او اعتراضات داخلی را خطری برای از دست دادن آن دایره نفوذ و قدرت می‌داند. چنین تحلیل‌هایی از طرف رهبری ایران است که بعضی ناظران را متقاعد کرده اگر حکومت ایران نتواند اعتراضات داخلی را مهار کند، دست به اقداماتی در خارج از مرزها علیه دشمنانش خواهد زد. آخرین توصیه من آیه قرآن ولا تهنوا. شاید با پیشبینی احتمال تضعیف روحیه بسیجی‌ها و حامیانش در چالش‌های پیش رو بود که در آخر صحبت‌هایش آیت الله خامنه‌ای آیه‌ای از قرآن را یادآوری کرد که می‌گوید سست نشوید و غمگین نگردید چون شما برترید. سیاوش اردلان، بی بی سی. چند روز پیش محاکمه متهمان قتل یک بسیجی در کرج آغاز شد. 15 نفر در پرونده کشته شدن روح الله عجمیان و افساد فی الارض متهم شدند. دو نفر از آنها حمید قره‌حسنلو، پزشک متخصص رادیولوژی و همسرش فرزانه قره‌حسنلو هستند که به گفته منابع آگاه از ابتدای بازداشت زیر فشار و شکنجه بودند تا علیه خودشان و یکدیگر اقرار و اعتراف کنند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از مریم افشنگ. اگر هم مجرمی رو میخواید مجازات کنید، باید در چارچوب عدالت باشه. دادگاهی برای رسیدگی به پرونده کشته شدن یک بسیجی. داستان از اینجا شروع شد. مراسم 40 حدیث نجفی، یکی از کشته شدگان در جریان اعتراضات ضد حکومتی در کرج. متهم ردیف حالا کمتر از یک ماه بعد دادگاهی برگزار شده برای 15 نفری که متهم به افساد فی الارض هستند، اتهامی که میتواند مجازات مرگ در پی داشته باشد. به هر شکل و اندازه 5 بوکس. 3 نفر از آنها زیر سن قانونی و 17 ساله هستند. دکتر حمید قره‌حسنلو رادیولوژیست و همسرش فرزانه قره‌حسنلو هم در مراسم 40 حدیث نجفی شرکت کردند. آنها در ترافیک و شلوغی جاده گیر کردند، تلاش کردند مسیر را عوض کنند، ولی در نهایت با ازدحام جمعیت به یک فرعی رسیدند که در آنجا یک بسیجی به گفته مقامات جمهوری اسلامی به قتل رسیده. در جلسه امروز دادگاه پزشکی قانونی اجازه حضور حمید قره‌حسنلو را حتی با ویدیو کال هم نداد. همسرش فرزانه را هم به دادگاه بردند، اما نوبت به او نرسید و به زندان برگشت. یک منبع آگاه به ما جزئیات بیشتری از شرایط بازداشت این زن و شوهر داده که برای حفظ امنیت او صدایش را بازخوانی کردیم. مامورای امنیتی نیمه شب جمعه 13 آبان به خونه یورش میارن و حدود 10 تا مرد دکتر و فرزانه رو مورد ضرب و شتم قرار میدن و دختر 15 سالشون که تنها توی خونه میمونه رو هم تهدید میکنن تا هوا روشن نشده حق نداره به کسی اطلاع بده. حدود 10 روز خانواده از اونها و محل بازداشتشون خبری نداشتن. بعدن مشخص میشه در بازجویی‌ها به قدری با باتون بر سر فرزانه کوبیدن که مقاومتش شکسته و برای خلاصی گفته که شاید حمیدم یه لگدی به عجمیان بسیجی کشته شده زده باشه، در صورتی که این حقیقت نداشته و فرزانه بعدن اونو رد میکنه و اعلام میکنه که تحت فشار ناچار به پذیرشش شده. خبرگزاری فارس ویدیویی منتشر کرده از مصاحبه با چند نفر از جمله حمید و فرزانه قره‌حسنلو که آنها را متهم پرونده می‌داند. تمام مصاحبه ها تقطیع شده. دکتر قره‌حسنلو هم توی اون کلیپ چیزی علیه خودش یا همسرش نگفته و حتی بعداً گفته که بخش مربوط به من و همسرم سعی کردیم کمکش کنیم از کلیپ حذف شده. اونها در مراحل بازجویی تحت فشار قرار میگیرن که مشارکت توی قتل بسیجی مزبور رو یا اقرار کنن یا علیه همدیگه شهادت بدن. حمید هم در بازجویی مورد شکنجه قرار میگیره ولی به هیچ چیز اعتراف نمیکنه و میگه همه اینها کذبه و من کاری نکردم. کلیپی رو حکومت تهیه کرده که با برش تصاویر و عقاریر مظنونان به قتلی که با چاقو بوده اونو میخوان به گردن حمید بندازن. حمیدم تا حالا چند بار به دلیل صدمه‌های ناشی از شکنجه از جمله شکستگی چند تا دنده و خونریزی شدید ریوی به بیمارستان‌های مختلف منتقل شده. مهمترین مسئله اینه که حمید مشکل قلبی و گوارشی داره و به خاطر شکنجه 4 تا دنده شکسته و ریه‌اش هم دچار ورود هوا و بدنم جمع و لخته شدن خون شده و هنوزم توی بیمارستانه.
دیروز نزدیک به 600 پزشک از سراسر ایران ضمن اعلام نگرانی از سلامت دکتر حمید قره‌حسن‌لو خواهان رسیدگی عادلانه به پرونده او و همسرش شدند. دادگاه حمید و فرزانه قره‌حسن‌لو و متهمان دیگر پرونده کشته شدن یک بسیجی در حالی برگزار می شود که می دانیم دست کم این دو نفر دسترسی به وکیل انتخابی نداشتند. زیر فشار و شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شدند و با اتهام سنگینی مواجهند که می تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. مریم افشنگ، بی بی سی. با شکست تیم ملی فوتبال ایران و حاشیه‌های آن بدتر می‌پردازیم. اما حالا افغانستان. هفته گذشته شهر دوشنبه میزبان نشست بزرگ گفتگوهای امنیتی هرات در مورد آینده سیاسی افغانستان بود. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در روز دوم و پایینی این نشست حاضر شد و سخنرانی کرد. او ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت سیاسی و بشری در افغانستان از طالبان خواست که اگر واقعاً فکر می‌کنند نماینده مردم افغانستان هستند، برای مردم حق انتخاب بدهند. شایع حضور احمد مسعود در تاجیکستان بعد از تصرف پنجشیر توسط طالبان مطرح بوده، اما این نخستین بار است که آقای مسعود در تاجیکستان در انظار عمومی دیده شده. سهراب ضیا گزارشی از دوشنبه فرستاده است که با هم می‌بینیم. در دومین روز از نشست بین المللی نظام سیاسی فراگیر در افغانستان، الگوها و نقشه ای را شرکت کنندگان به بحث و بررسی ها در مورد وضعیت افغانستان در بیش از یک سال حکومت طالبان ادامه دادند. در جلسه های جداگانه به بررسی وضع فرهنگ و هنر، نقش سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در حل بحران افغانستان و نقشه راه برای ایجاد ثبات در این کشور پرداخته شد. شخصیت های سیاسی و فرهنگی افغانستان، کارشناسان و پژوهشگران از کشورهای گوناگون دیدگاه های خود را درباره راه های دستیابی به صلح پایدار در افغانستان مطرح کردند. در بیش از یک سال گذشته تاجیکستان میزبان دهمین دوری گفتگوهای امنیتی هرات برای حمایت از جبهه مقاومت ملی افغانستان بارها مورد انتقاد طالبان قرار داشت. تاجیکستان اما همواره بر ضرورت تأسیس یک حکومت فراگیر ملی در افغانستان تاکید میکند. حضور احمد مسعود در نشست امروز برای بسیاری غافلگیر کننده بود. او در سخنرانیش مرور بر وضعیت افغانستان تحت حکومت طالبان کرد. امروز افغانستان در عمل تبدیل شده به یک مرکز آموزشی و سربازگیری برای گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی و یک زندان کلان برای مردم مسلمان و مردم مظلوم افغانستان. که متاسفانه این مسئله در نتیجه اعمال مستقیم طالبان بوده. مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه جهانی که تلاش‌های پیگیری را در راستای ترغیب طالبان برای تغییر انجام دادند، در مدت یک نیم سال متوجه شدند که نتیجه ندارد متاسفانه. احمد مسعود توجه جامعه جهانی را به نقص حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران جلب کرد. جابجایی و تعلیمات سربازهای گروه‌های تروریستی و منطقه‌ای و بین‌المللی، کش و تولید قاچاق مواد مخدر، ترور و ناپدید شدن نظامیان و کارکنان دولت سابق، بازداشت‌ها و شکنجه‌ها و محاکمه‌های صحرایی، کوچ اجباری، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و ناامنی و نبود قانون و یک دولتی که همه گی خود را در او ببینند، روز به روز تمام این موارد تهدیدهایی است که مردم افغانستان و منطقه را و دنیا را تهدید می‌کند. احمد مسعود دیدگاه خود را درباره حل مشکلات افغانستان نیز مطرح کرد. حل مشکل اساسی افغانستان نگرانی های متعدد منطقه و جهان را در ایجاد یک مکانیزم همکاری های منطقی و بین المللی برای حمایت و همکاری با مردم افغانستان
برای تأسیس یک نظام غیر متمرکز مشروع و منتخب می‌دهد. رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان در پایان سخنرانی خود طالبان را که تا حال از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است و چالش کشید. اگر که طالبان این دیدگاهی هستند، اونا نماینده واقعی مردم افغانستان هستند، اونا نمایندگی از ملت می کنند و محبوبیت مردمی دارند، بسیار یک پیام واضح است. قبول بکنید انتخابات با نظارت سازمان ملل و جامعه جهانی، ببینیم که مردم از مسیر انتخابات چرا انتخاب می کنند، کدام مکانیزم، کدام شرایط و کدام نظام. طالبان مخاطبی اصلی این صحبت‌های احمد مسعود رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان در نشستی دو روزه در باره افغانستان در تاجیکستان حضور نداشت، اگرچه به گفته برگزار کنندگانش از طالبان نیز برای شرکت در این همایش دعوت شده بوده است. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. در لندن هفته گذشته شرکت کنندگان تظاهرات از نخست وزیر بریتانیا خواستند سکوتش را در برابر نقض حقوق زنان در افغانستان بشکند. آنها از جامعه جهانی هم خواستند که با حمایت از زنان افغان برای بهبود وضعیت آنها تلاش کند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، زنان در افغانستان با محدودیت‌های اجتماعی زیادی روبرو بودند و بسیاری از آنها از ادامه تحصیل و کار محروم شدند. علی حسینی گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم. اینها می‌گویند از حرف‌های جامعه جهانی خسته شدند و خواهان عمل هستند. می‌گویند که باید مکانیسم‌های روشن ایجاد شود برای پاسخگو ساختن طالبان. به گفته معترضان در لندن، در یک سال گذشته زنان افغان محدودتر از هر زمانی شدند. نه کار هست، نه نان و نه آزادی. از این رو جامعه جهانی باید وارد عمل شود. غرب میتونه در گفتارشان امرای طالبا این را مطرح بسازه که حق و حقوق زنان را بشان بتن، به خاطر که طالبا در جریان مذاکرات وعدایشان این بود که زنا حق دارن کار کنن، دخترها اجازه دارن مکتب برن. اما آل عمل کرده که میکنن در تضاد به وعده هایشان است. پس جهان میتونه کنا را سرشان فشار وارد کنه که به زنا و دخترها حقوقشان بتن. به باور اینها یک آپارتاید جنسیتی در افغانستان جریان دارد برای حذف آنها از اجتماع. چیزی که اینها امروز میخواهند این است که صدایشان شنیده شود توسط جامعه جهانی و این شنیده شدن صدا تأثیر داشته باشه بر عملکرد طالبا و حکومت طالبا در داخل خود افغانستان. خواسته بسیار کلانی است با توجه به یک سال گذشته که ما میبینیم به هر حال، اما اینا میگه که باید این کار صورت بگیره و این قدم های اولیه است برای درخواست همین خواسته ایشان که حق مشروع خودشان دارن. یک موضوع دومی که اشاره کردن، اینها گفتن که باید حکومت طالبان قوانین اسلامی را پیاده کنه، به نحوی طالبان را به چالش کشیدن که او چیزی را که برداشت از اسلام دارن او چیزی که واقعی نیست که خود اسلام میگه. اسلام does not believe in ignorance. تظاهرات کنندگان در نزدیک دفتر نخست وزیر بریتانیا از او خواستند که درباره آن چه که در افغانستان می‌گذرد سکوت نکند. از حکومت بریتانیا بخواهیم که طالبان فشار وارد کنه که طالبان حقوق انسانی و بشری زنای افغانستان را برشان بده. ملاله یوسفزای، فعال حق آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل، همراه پدرش در این برنامه سخنرانی کرد. او 10 سال پیش به خاطر فعالیتش هدف قرار گرفت و به شدت زخمی شد. ملاله گفت رنج دختران افغان را حس می کند، چرا که خودش نیز از حق آموزش محروم شده بود. هر کدام از ما که آزاد از حرف بزند نباید بی توجه باشد. از رهبران خود باید بخواهیم که فوراً وارد عمل شوند. حکومت بریتانیا اقدامات جدیتر و بیشتری باید روی دست بگیرد و به حرف خود جامعه عمل بپوشاند. طالبان میگویند آنچه را که اجرا میکنند بر اساس اصول اسلام است و کلاس های 6 به بالای دختران نیز فعال خواهد شد، اما منتظر هستند تا محیط مناسب به گفته آنها شرعی آماده شود. منتقدان طالبان اما میگویند که آنها افغانستان را یک زندان بزرگ برای زنان ساختند. علی حسینی، بی بی سی.
و حالا جام جهانی فوتبال و حاشیه های حضور و حذف ایران. بعد از شکست تیم فوتبال ایران از امریکا و حذفش از مسابقات جام جهانی، بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف شادی و پایکوبی کردند و شعار زن زندگی آزادی و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. بسیاری میگویند جمهوری اسلامی در تلاش بود تا از تیم ملی استفاده سیاسی کند و بازیکنان هم متناسب با حجم کشتار و سرکوب اعتراضات با معترضان همراهی نکردند. معترضانی که حالا ظاهراً از هر آنچه حکومت حمایتش کند رو برمیگردانند. کاوه مشکات از شبی گزارش می‌دهد که بسیاری از باخت تیم ایران خوشحال شدند. روایت شکستی که برای معترضان طعم پیروزی و جشن داشت. تیم ملی فوتبال ایران، همان تیمی که بردش زمانی بهانه‌ای بود برای شادی، باختش شد دلیلی برای رقص و سرور. یک گل کریستیان پولیسیچ کافی بود که ایران بار دیگر با جام جهانی خداحافظی کند. تیم ملی فوتبال ایران خیلی تلاش کرد که بازی را مساوی کند. نتیجه‌ای که با آن به دور بعدی می‌رفت، ولی نیمه دوم هم مهاجمانش زهر کافی را نداشتند. گریه ها همان و افسوس ها همان. تیمی دوپاره که معترضان با آن پشت کردند و حکومت حالا آن را در آغوش گرفته. بیرون ورزشگاه تنش بین هواداران حکومت و معترضان به اوج خود رسید. خبرنگار شبکه 2 تلویزیون دانمارک لحظات حمله به خانواده‌ای را ثبت کرده که تیشرت زن زندگی آزادی به تن داشته است. What did they do? They attacked us. For nothing. We need security. We don't have security here. Look at me. We need No. Just don't leave. Don't leave. I will stay. نیروهای امنیتی قطر هم وارد عمل شدند و حتی یکی از معترضان را بازداشت کردند. هواداران جمهوری اسلامی با سازماندهی حکومت به قطر رفته بودند. واقعیتی که جانشین فرمانده سازمان بسیج هم در فایل صوتی لو رفته از او به آن اشاره کرده. ما تو سماقت پیشنهاد دادیم که 2000 تا بلیط بدید به ما و بچه‌های ناقلاگ علاقه‌مند به کشور و ایران اصلا بفرستیم، همراهی نشد. اخیراً یه تعدادی به من دادن. ولی فعلا در حد یک بلیط و یک روز رو حل شده. اینا شما سیانشگر میخواید که برن اونجا عکس از قاسم بگیرن دستش؟ ما هم شهر اونا گفتیم افرادی باشن که هم میدانداری بتونن بکنن، هم انگیزه داشته باشن، هم کار ورزشی، هم کار فرهنگی. صدها کیلومتر دورتر در ایران، باخت تیم ملی بهانه‌ای شد برای شادی معترضانی که می‌خواستند به حکومت بگویند هیچ وجه مشترکی با آن ندارند. هم در خانه هم در ماشین و اوج آن رقص در خیابان. شاید پاسخی به شادی هواداران حکومت پس از برد ایران برابر ولز. ماجراجویی تیم ملی ایران در قطر تمام شد، ولی این جام جهانی تأثیری عمیق بر جامعه ایران گذاشت. معترضانی که حالا دیگر فوتبال و تیم ملی را متعلق به حکومت می‌دانند و در هر فرصتی از خیابان برای نشان دادن اعتراض خود استفاده می‌کنند. و آن سو حکومتی که سعی می‌کند برچسب بی‌هویتی بر معترضانی بزند که به تیم ملی پشت کردند و ایران و آمریکا مرگ بر خامنه‌ای نیست. باخت و حذفش را از جام جهانی جشن گرفتند. کاوه مشکات، بی بی سی.
رسیدیم به پایان این برنامه. هر هفته همین ساعت می توانید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترس هست. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.